بعد از سخنان اخیر شاهزاده رضا پهلوی درباره لزوم یک مکانیزم هماهنگی در خارج از ایران برای رسیدن به یک جایگزین دموکراتیک، کارزاری با هشتگ من وکالت میدهم برای دادن وکالت نمادین به او در شبکه اجتماعی به راه افتاده و موافقان و مخالفان مواضعشون رو در این شبکه ها بیان کردن و مسئله وکالت دادن یا وکالت ندادن به بحث داغ فعالان و کاربران در شبکه های اجتماعی بدل شده. ما همین بحث رو در تیتر اول دنبال میکنیم با فرج سرکوی، نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت، و حامد شیبانی را سخنگوی موقت حزب ایران نوین از پاریس. هر دو خوش آمدید. آقای سرکوهی، چرا مخالفید با وکالت میدهم، وکالت دادن به شاهزاده رضا پهلوی؟ ببین، شاید لغت مخالفت یا موافقت در این مورد درست نباشه. هر سیاستمداری حق داره که، یا هر فعال سیاسی حق داره که خودش رو به آزمون بگذاره، از هوادارانش بخواد که فراخوان بده و از هوادارانش بخواد که به فراخوان رو پاسخ مثبت بدن یا به اون نمایندگی بدن، و هواداران هر سیاستمداری این حق رو دارن که چنین بکنن. بنابراین این یه حرکتی است که طبیعی است، اما دیگران هم حق دارن که اون حرکت رو نقد بکنن، از اون حرکت انتقاد بکنن. در این زمینه توجه بکنیم که آقای رضا پهلوی خب دارای یک سرمایه اجتماعی هستش که دلایلش هم مشخص است. خب فرزند شاه هستند، نمیدونم، و دیگر خصوصیاتی که دارند، و یک بخشی از جامعه ایران هم خواستار بازگشت سلطنت پهلوی هستند. خب حالا درصدش معلوم نیست و این درصدها فقط در یک انتخابات آزاد مشخص میشه که در ایران ما امکان انتخابات آزاد نداریم. اما جامعه ما در این حال جامعه رنگارنگی هستش. در انقلاب اخیر ایران ما این رنگارنگی رو می‌بینیم. یکی از تجلیات اصلی این انقلاب بیانگر این بود که جامعه ایران جامعه ایست رنگارنگ. در جامعه ایران گرایش‌های گوناگون سیاسی وجود داره، گرایش‌های مذهبی وجود داره و انواع گرایش‌های دیگه وجود داره. در واقع ما یک مجموعه هستیم از رنگارنگی‌های گوناگون که در یک وحدتی به نام کشور ایران با هم وحدت داریم، اما رنگارنگ هم هستیم. یکی از شاخص‌های اصلی جمهوری اسلامی این هستش که بر مبنای تبعیض بنا شده، رنگارنگی رو حذف می‌کنه، انکار می‌کنه، سرکوب می‌کنه. و اتفاقاً یکی از خواسته‌های اصلی انقلاب که در سمت و سوی دموکراسی می‌گیره این هستش که این رنگارنگی به رسمیت شناخته بشه. به رسمیت شناخته شدن معنیش پذیرفتن همدیگه، معنیش هست که ما بپذیریم که دیگران وجود دارن. و از طرف دیگه به خصوص در مقطع کنونی که بسیار جامعه ما در یک جنبش بزرگی هست برای سرنگون کردن رژیم استبدادی جمهوری اسلامی، و ما به همه این تنوعات نیازمندیم. ما نیازمندیم که لایه‌های دیگری به انقلاب جلب بشن، به خیابان بیاین، به اعتصابات بیاین، به شیوه‌های دیگر نافرمانی مدنی یا شیوه‌های دیگر مبارزه. شما فکر می‌کنین وکالت میدهم آقای سرکوهی مخالف این تکثرگرایی، این اتحادی که شما ازش حرف می‌زنین؟ پاسخ شما هستش. این ما نیازمند تاکتیک هایی هستیم که با به رسمیت شناختن این رنگارنگی لایه‌های گوناگون بیشتری رو به انقلاب بیاره تا بتوانیم، چون هیچ لایه‌ای، هیچ کسی، هیچ گرایشی به تنهایی نمیتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. لذا هر حرکتی که بخواهد این رنگارنگی رو انکار بکنه و اون رو تحت به اصطلاح یک گرایش سیاسی بیاورد میتواند در زیان بار باشه. این یک نکته. نکته بعدی هم این هستش که وقتی شما به اصطلاح میایید و به کسی یک نمایندگی میدید، باید ببینید در چی نمایندگی میدید. نمایندگی واقعی است یا نمادین به قول شما، این معلوم نیست. دومی که ما این درست است که اشخاص در سیاست مطرحن، اما اشخاص با برنامه مطرحن. من وقتی به کسی نمایندگی میدهم، مثلا میگوییم برای مذاکره با دولت‌های خارجی، بسیار خوب، من باید بدونم محتوای این مذاکره چی است، چه برنامه‌ای برای این مذاکره وجود داره، با چه دیدگاهی این مذاکره انجام میشه. یادتون باشه که در زمان ریاست جمهور بوش پسر، برخی ایرانیان میرفتن میگفتن که خواستار حمله نظام می به ایران می بودن. خب من مثلا این یک بحثی بحث این است که برخی ایرانی‌ها مدام با دولت‌های گوناگون در تماس هستند، سعی می‌کنند که به اصطلاح توجه اونا رو، حمایت بیشتر اونا رو به انقلاب جلب بکنن، به حقوق بشر جلب بکنن، حقوق بشر جای بیشتری در سیاست‌های دولت‌های اروپایی و آمریکایی داشته باشه. بنابراین محتوای این مذاکرات هم باید مشخص بشه، یعنی حداقل یک برنامه‌ای باید ارائه بشه. لذا من فکر می‌کنم این بحث و در واقع و این و از طرف دیگه وقتی در سیاست، این آخرین نکته است که عرض می‌کنم خدمتتون در این بعد، در سیاست که به اصطلاح معمولاً دموکراسی بر این اساس هست که اشخاص رو حزب‌ها و نهادها انتخاب می‌کنند، برای که اون اشخاص در مقابل نهادها و حزب‌ها مسئول هستند، پاسخگو هستند. اما شخصی که فراتر از هر نهاد و حزبی هست و فقط خودش هست،
او هر کاری میتونه بکنه. لذا معمولا اینطوری است که در دموکراسی بر پایه احزاب بنا میشه، احزابی که برنامه‌شون رو اعلام میکنن، افرادی رو معرفی میکنن و بعد طبیعتا اینها میآیند با هم دیگه ائتلاف میکنن بر اساس برنامه. ممنونم آقای سرکار، اجازه بدین بس بشه. آقای شیبانی رو هم نقطه نظرشون بگم، میدونم که شما موافقین. آقای شیبانی رو از حامیان کارزار وکالت میدهم به شاهزاده رضا پهلوی است. من اول بگم که خب بیشتر جملات جناب سرکوهی جملات درستی هست و من هم موافق هستم. اون چیزی که من مشکل دارم ارتباط این جملات درست با این داستان هستش. ببین موقعی که این کمپین شروع شد من اولش خوشحال شدم، ولی بلافاصله متعجب شدم. اون متعجب کردنم تبدیل به ناراحتی شد و الان خیلی خوشحال هستم. چرا متعجب شدم؟ که اصلا درک نکردم کسانی که مخالف هستن به چه دلیل مخالفت کنن با حرف یه نفر دیگه. من میخوام به یکی وکالت بدم، طرف چرا میگه تو حق نداری وکالت. این تعجب کردم. بعد از مدتیشون گستردگی این موضوع رو دیدم ناراحت شدم که چرا بایستی مخالفتی باشه با یک کنش ایجابی. و وقتی که بررسی کردم پروفایل، چون اکثرا هم فعالین سیاسی هستن که البته گفتم اکثرا نمیگم مطلق سوء تفاهمی نشه، اکثرا وقتی بررسی کردم چه کسایی هستن که مخالف هستن، کسانی هستن که شخصیت و هویت سیاسیشون در مخالفت با پهلوی شکل گرفته، وجود سیاسی دارن چون که بایستی با پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی مخالفت بکنن. و اینجا بودش که خوشحال شدم، به اون مرحله رسیدم که بسیار خوشحال شدم که دست باید رو باشه و مشخص بشه اون گروهی که حزبی کار میکنه اونهایی نیستن که دارن وکالت میدن، چون مشخص میکنن میگن که ما میخواییم وکالت بدیم به چه کسی. جناب سرکوهی میگن باید برای مشخص بشه. شاهزاده رضا پهلوی تنها فرد سیاسی هستن که 40 سال در میدان هستن، تنها فرد سیاسی هستن که موضع سیاسیشون در این 40 سال تغییر نکرده، کتاب نوشتن، بارها بارها از هر فرد سیاسی دیگه مصاحبه داشته و کاملا مشخص است کسانی که وکالت میدن میدونن دنبال چه هستن و برای چه وکالت میدن. و سوالی که مطرح است اونهایی که مخالفت میکنن اگر مخالفتشون به خاطر اون هویت سیاسی فردیشون نیستش، بایستی بگویم به چه کسی دیگری وکالت میدن؟ چون در صورت ما نیازمند هستیم که در این مرحله. آقای شیبانی، چرا اساسا فکر میکنین که باید به کسی در این مرحله وکالت داد؟ بسیاری معتقدن پیش اومدن این بحث وکالت دادن و وکالت ندادن در حالی که بیشتر صحبت از ائتلاف بود، دامن زدن به یه دو قطبیه که به نفع مخالفان حکومت نیست نهایتاً. خب دقیقاً ببینید اون چیزی که خلاف همبستگی و ائتلاف نشونش میده همون کسایی هستن که مخالف هستن. چون تمام حتی صحبت‌های همین دیرو امروز شاهزاده رضا پهلوی گفتن که ما از همبستگی معلومه که پشتیبانی می‌کنیم. تو تمام این 40 سال اگر یک فرد سیاسی بوده که تمام وقت سیاسیشو صرف نزدیکی گروه‌های سیاسی کرده، اون شخص شاهزاده رضا پهلویه. از پیمان نوین 3 سال پیششون بگیریم تا همین الان، در نافی همبستگی و ائتلاف نیست. ائتلاف همونجوری که سرکوهی گفتن در بخش سیاسی و حزب سیاسی است. من به عنوان فردی که از حزب ایران نوین اینجا در خدمتتون هستم، برنامه‌مون کاملا مشخصه و می‌دونیم که چه می‌خوایم و مردم در این مقطع از زمان اتفاقا واسه بدون چه می‌خوان. اما این سطح سیاسی سطح دوم هستش. ما احتیاج به شخصیت‌های مرجع داریم. در فضای سیاسی عده زیادی هستن که ادعا می‌کنن می‌خوان شخصیت مرجع باشن. اینجاست که طرفداران شاهزاده رضا پهلوی گفت ما وکالت میدیم و شما هم اگر مخالف هستید بسیار عالی و بیایید و وکیل خودتون رو معرفی بکنید. من توصیه میکنم واقعا به جایی که مخالفت سلبی داشته باشن، به جایی که از حق بقیه بخوان جلوگیری بکنن، چون انتخاب وکیل یک حقه، حق هر کسی هستش، جلوگیری بکنن، خودشون بگن که چه میخوان و این فضا باید روشن باشه و همبستگی اتفاقا اونجاست مشخص میشه. اونجاست که ما از اعتراف میتونیم حرف بزنیم. موقعی که دستا روز خواسته ها روز، اگر کسی میاد میگه که تمامیت ارضی چماق هست، باید مردم بدونن و ما میخوایم ببینیم که این فردی که تمامیت ارضی به چماق تشبیه میکنه آیا طرفدار این داریت که به وکالت بدهن یا خیر، اگر دارن در چه سطح هست و میشه باهاش مذاکره کرد یا خیر. در صورت کاملا واضح هستش که در این مقطع ما نیاز به همبستگی ملی صحبت میکنیم در لایه های مختلف هستش. لایه یکش اگر بگیم که احزاب و گروه سیاسی هستن که میخواهن اون مرجعیت سیاسی رو بسازن، لایه صفرش که مهمتر هست شخصیت های مرجع هستن، شخصیت هستن که باید به دنیا نشون بدن این هرم همبستگی ملی رو. لایه دو و سهش هم لایه بعدیش هم فعالین شبکه های اجتماعی هستن که صداشون بلندتر هست تا مردم عادی در کوچه و خیابان. اجازه بدین صحبت رو با آقای سرکوهی هم ادامه بدیم. آقای شیبانی را به دو مورد مشخص در مورد صحبت های شما پاسخ دادن. آقای سرکوهی، یکی اون بحثی که مربوط به اتحاد بوده که راجع به برنامه همونجوری که گفتن
شاهزاده رضا پهلوی از کسانی بودی که اتفاقا در این سالها روشن گفته دنبال چه چیزهایی و اتفاقا مواردی بودی که به نظر میرسه مخالفین حکومت سرش توافق دارن، از جمله سکولاریسم، آزادی بیان، حقوق بشر. در اینجا چی باعث میشه که شما نخواین و مخالف این حرکت باشین؟ بنویس ایشون یه نکته میگن که حق دارن. یه کسی میخواد بره به یه کسی وکالت بده با هر شرایطی بین وکیل و موکل هست. این حق هر کسی هست. من هم اول گفتم این حق افرادی هست که خواستار بازگشت خاندان پهلوی به سلطنت هستن در ایران، که بروند حول آقای رضا پهلوی گرد بشوند، حس تشکیل بدن، سازمان تشکیل بدن، نهاد تشکیل بدن، وکالت بدن، هر کاری که دلشون میخواد بکنن. اما در جامعه ایران یه عده هستن که مثلا خواهان جمهوری هستن و فکر میکنن که جمهوری در ایران بهتر میتواند دموکراسی رو تضمین بکنه. اونها هم طبیعتا باید برن سازمان ها، احزاب، نهادهای خودشون تشکیل بدن و برنامه های خودشون ارائه بدن. در زمینه برنامه که عرض کردم، برنامه فقط این نیست که شما بگید من دموکراسی و حقوق بشر میخواهم. اینجا هستش که در واقع جزئیات برنامه مطرح است و چیه عمل مطرح میشه. ببین وقتی ایشون میگن که من هم معتقدم که ما برای جمهوری اسلامی سرنگون بکنیم، همه نیروهای طرفدار دموکراسی و حقوق بشر میتونن با هم متحد بشن ضمن حفظ اختلافات خودشون. اما وقتی کسی میاد میگه که کسی که نمیخواد همبستگی بکنه با آقای رضا پهلوی مخالف همبستگی، این یعنی اینکه ما یک نوع همبستگی بیشتر نداریم. همبستگی که آقای رضا پهلوی مرجعیت اون هست. اینجا مسئله ایجاد که نه به خاطر شخص آقای رضا، من نمیخوام اینجا وارد بحث شخصیت آقای رضا پهلوی بشم که موضوع بحث شما نیست. من اصلا به شیوه انتقاد دارم. هر شخصیت دیگه‌ای که بیاید بگوید من مرجع هستم و هر کی با من مختلف نمیشه، هوادار خود او البته این حرفو نمیزنه، این جالبم هست، اما هوادارانش مثل ایشون میآیند میگویند که همبستگی معنیش این است که دور این شخصیتی که ما مرجع میشناسیم شما همبسته بشوید، اگر نشوید مخالف هستیم. اینجا در واقع علیه حقوق بشر، علیه دموکراسی است، علیه رنگارنگی است و ما داریم بخشی از جامعه را حذف میکنیم. ما در واقع میگوییم هر کسی که با شخصیت مرجع ما متحد نشه حذف بشود از انقلاب. ما الان در مرحله کنونی انقلاب به این نیازمندیم که هویت های گوناگون سیاسی از جمهوری خواه، لیبرال، سلطنت طلب، نمیدونم سوسیال دموکرات، چپ، هر نیروهای مختلف سیاسی با حفظ هویت خودشون گرد یک برنامه با هم متحد بشن و هیچ کسی نیاد بگوید که اون شخصیتی که برای من مرجع هست یا اون برنامه که من قبول دارم. ممنونم آقای سرکوی. از اجازه بدین از آقای شبانی رات هم بپرسم که آقای شبانی رات خیلی ها حرف آقای سرکوی رو میزنن، منتقدان وکالت میدهم که آقای پهلوی داره اینجا فردگرایی میکنه و طبعا با این شیوه گروه های حذف میشن. این به زیان خود اتفاق، من معتقدم این داستان وکالت میدهم به زیان سرمایه اجتماعی آقای رضا پهلوی و به زیان پاسخ آقای شبانی رو بشه. ممنونم آقای سرکوی. دیگران رو داره دور میکنه، میدونید داره یک دیوار دور میکنه. یه نکته مهمی بودش که کسانی که وکالت میدن به شاهزاده رضا پهلوی به هیچ عنوان نوع نظام آینده رو تعیین نمی کنن و وقتی که به شخصی که یکی از سه شرطی گذاشته اینی که نوع نظام رو رفراندوم تعیین خواهد کرد، مشخص هستش که اصلا صحبت از پادشاهی یا جمهوری نیست. ولی حرف جناب سرکوی قشنگ حرف منو اثبات کرد که نکته ای رو که ادعای طرف کسانی که وکالت میدن نیست رو نسبت میدهن و بعد با اون نسبت دادن شروع میکنن زدن اون گروه. هیچ کسی نگفته که ما فقط شاهزاده رضا پهلوی رو وکیل کل ایران تعیین میکنیم. هشتگش هستش من وکالت میدم. هیچ جا نگفته که وکیل ایران ایشون هستن. و تمام صحبت اینه که شمایی که مخالفت میکنید اگر شخصیت مرجع دیگر رو میشناسید که میتونه در کنار شاهزاده قرار بگیره معرفی بکنید، وکیلتون رو معرفی بکنید تا ببینیم اون گروهی که قرار هست اون جریان شناسوندن انقلاب رو به دول خارجی، به رسانه های غربی نشون بدن چه کسانی هستن. بازم تکرار میکنم صحبتی که نظره رو نمیشه در دهانش گذاشت و بعد محکومش کرد. آقای سرکوی کسی رو پیشنهاد میدین که در کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار بگیره اونطور که آقای شبانی رو گفت؟ مهم میخوام بگم دید من به سیاست این نیست که ما به یک شخص حول شخص جمع میشیم. ایشون میگن شما برین شخص خودتون رو بیارید. من اصلا دیدم از سیاست این هست که گرایش های سیاسی حول حزب ها و نهادها گرد میآیند. اشخاص باید از بستر حزب ها و نهادها بیرون بیاد. شخصی که فراتر از حزب هست، این نخستین قدم به سوی، حتی اگه اون نخواد مستبد باشه، نخست زمین سازی استبداد هست. ایشون میگن شما برین شخص خودتون رو بیارید. من اصلا هیچ شخصی رو نمیخوام بیارم. من میخوام یک نهاد، حزب، سازمان وجود داشته باشه. همگان در نهادها، عین کشورهایی که دموکراسی دارن، در نهادها و سازمان های گوناگون گرد هم جمع بشن بر اساس برنامه های خودشون.
و اون نهادها اشخاص خودشون رو از دل خودشون بیرون بدهند و در واقع ما گرد اشخاص جمع نمی‌شویم. این دو دیدگاه در سیاست هست. اجازه بده صحبت آقای شبانی را هم بشنویم. با فردگرایی مشخصا مخالفت میکنه. این نکته که جناب سرکوی میگن در زمانی هست که دموکراسی مستقر هستش، کسی باهاش مخالفت نمیکنه. وقتی که شاهزاده رضا پهلوی میگن ائتلاف مربوط به احزاب هست، دقیقاً برای همینه. وقتی حزب ایران نوین مقررنامه‌اش رو با جزئیات چه دید اقتصادی چه دید اجتماعی چه دید به مملکت ارائه میکنه، دقیقاً برای همین هستش. من تکرار کردم که اون هرم همبستگی ملی لایه‌های مختلف داره. اون بخش مرجعیت سیاسی قطعاً کار احزاب هستش و اختلاف احزاب هست و شاهزاده رضا پهلوی اولین نفری بودن که این خلط مبحثی که از اون اشتباهی که از واژه ائتلاف برداشت میکردن تصحیح کردن که ائتلاف مربوط به احزاب هستش. ما داریم در صحبت پیش از استقرار دموکراسی صحبت میکنیم، اونجایی که جهان نیاز داره اشخاصی رو به عنوان شخصیت های مرجع بشناسه، نه تنها جهان که خود مردم ایران هم بایستی بدونن. ما اونجاست که نیاز داریم فردی. خیلی جالب هست که اکثر کسایی که امروز به شاهزاده ایراد میگن، که البته به شاهزاده که نه، به مردمی ایراد میگن که چرا وکالت میدین، دیروز میگفتن که چرا شاهزاده جلو نمیاد، چرا فعال نیست، در حالی که اگه شما نگاه بکنید در تمام این چهلسا فعال ترین فرد سیاسی هم شاهزاده رضا پهلوی بودن، بیش از هر کسی حضور داشتن، چه در مجامع بین‌المللی چه پاسخ به رسانه ها. بدین آقای شبانی، هر کدوم یک دقیقه صحبت ها رو جمع بندی کنیم با توجه به اینکه وقتمون محدود. آقای سکوی، این صحبت هم خیلی هست که اجازه بدین از جمهوری اسلامی عبور کنیم. مخالفان حکومت میگن بعد راجع به احزاب صحبت میکنیم، الان لازمه که پشت سر کسی رفت که بیشتر شناخته خانم. من اصلا صحبت کردم، بنابراین من نمیخواستم وارد این بحث بشم، تو بحث منحرف بشید، در واقع نمیخوام جواب ایشون بدم، چون ایشون گفتن شاهزاده رضا پهلوی خیلی خوبن، چه سال فعالیت کردن، فلان. خب من که نمیخوام به اینا جواب بدم. مسئله این است، گذار از جمهوری اسلامی به چه مستبد استبدادی به حکومت دموکراتیک نیازمند یک آلترناتیو هست، جایگزین هست که بتواند هم بسته بکنه، یک بستر واحدی به وجود بیاورد برای همه گرایش‌های صنفی سیاسی، نمیدونم جنبشی و غیره. اگر این آلترناتیو خودش دموکراتیک نباشه، احتمال این که ما به دموکراسی برسیم بسیار کمه. آلترناتیو اگر در ساخت و محتوای خودش دموکراتیک باشه، همین امروز اگر ما یک آلترناتیو دموکراتیک، ما باید به سوی تشکیل نداریم، ما باید به سوی تشکیل یک آلترناتیو دموکراتیک برویم که این آلترناتیو دموکراتیک این گزار رو هدایت بکنه و این آلترناتیو دموکراتیک رنگارنگی جنبش مردم ایران رو در خودش منعکس بکنه. شخص نمیتواند این کارو بکنه. اجازه بدین صحبت رو با آقای شبانی تمام بکنم. آقای شبانی بفرمایید. ببینید، آلترناتیو فقط یک گروه سیاسی نیست، مرجعیت سیاسی است. آلترناتیو وقتی که میخوایم با یک حکومت توتالیتر و ایدئولوژیک صحبت کنیم، آلترناتیو در لایه‌های مختلف است. ما باید آلترناتیو گفتمانی داشته باشیم، آلترناتیو هویتی داشته باشیم، آلترناتیو سیاسی داشته باشیم و آلترناتیو شخصیتی داشته باشیم. همه اینها در این انقلاب ما شاهدش هستیم. ما من تکرار میکنم که وقتی که صحبت میکنیم که ما وکیل انتخاب میکنیم، یعنی عین دموکراسی. وقتی ما حذف صحبت نمیکنیم، وکیل باشه انتخاب بکنن، یعنی صحبت از همبستگی. و اون کسایی که اتهام میزنن که شما به دنبال حذف هستید که در واقع هستن دموکرات رفتار نمیکنن و میگن که شما حق ندارین وکیل انتخاب بکنید، من بازم تکرار میکنم که این همبستگی ملی یک هرم هست در لایه‌های مختلف است، از افراد در شبکه‌های اجتماعی که باید با همبستگی و مدارا با همدیگه برخورد بکنن و نزاع رو کم بکنن گرفته، مردم تو خیابون که با همبستگی به بهترین نحو در تمام مدت در ایران دیدیم، تا گروه‌های سیاسی که باید ائتلاف سیاسی تشکیل بدن، و از همه مهم‌تر که بحث الان مربوطون هستش، اون افرادی که ادعا می‌کنن که می‌خوان در کنار شاهزاده رضا پهلوی نقش اون سفیران انقلاب رو بازی بکنن، بایستی دستشون رو باشه، مردم ازشون حمایت بکنن و معلوم بشه که آیا اصلا این مرجعی دارن یا نه. بذارید من برای شما مثال بزنم، کسی که احتمالاً ادعا نخواهد کرد ولی از دید من واقعا یک رهبر در ایران هستش، مولوی عبدالحمید هستش. جمهوری اسلامی در ایران جرأت نمیکنه بهش دست بزنه. هر وقت که صدا زده هزاران نفر به خیابون اومدن. ما باید مشخص بکنیم در این فضا چه کسانی هستن که حرفشون خریدار داره، مردم وکیل خودشون رو برای اون گفتگوی اون شخصیت مرجع انتخاب بکنن، این دموکراسی است. و کسانی که تهمت میزنن که اینها دنبال حذف هستن، به نظر من همون حذفگران هستن. ممنونم از شما آقای شبانی، بحث بسیار داغی و فرصت ما محدود. فکرم نمی کنم در این فرصت ها به نتیجه مشخصی برسد. دو نفر فکر میکنم نقطه نظرشون رو گفتن، حامد شبانی سخنگوی موقت حزب ایران نوین از پاریس و فرج سرکوی نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت. از هر دوی شما سپاس گزارم.